الله عز وجل انسان از چیزهایی که او را به تکنولوژی نو میرساند تعجب میکند. با این همه باز انسانهای پیدا میشوند که بت پرست و حیوان پرست هستند و حقیقت رفشن آن است که یگان چیز مستحق عبادت نیست مگر الله سبحانه و تعالی و یگان چیز مستحق طلب و عبادت نیست مگر یگانه الله سبحانه و تعالی و همه معبودان به غیر او تعالی که خواه در زیر عرش و یا در بالای زمین هستند باطلند. الله سبحانه و تعالی فرمود و او الله یعنی تصرف کننده و فرمان روا در آسمان ها و زمین است. سوره انعام آیت 3. او تعالی را عبادت کرده می شود و یگانه دانسته می شود و اقرار کرده می شود که او معبودی همه آن چیزهایی هست که در آسمان ها و زمین هستند و او تعالی را الله نامیده می شود و او را با ترس و امید دعا می کنند مگر جن و انسان هایی که به او کافر شدند. پروردگار آن ذاتی است که محبتش در قلب هاست، به ذکر او قلب ها آرام می گیرد. الله سبحانه و تعالی فرمود آنان که ایمان آوردند و قلب هایشون به یاد الله آرام می گیرد، آگاه شو قلب ها به یاد الله آرام می گیرد. سوره رعد آیت 28. او تعالی ذاتی است که قلب های همه خلق سوی او عبادت می کنند، یعنی او را دوست داشته به سوی او می روند و در همه حاجت هایشان به سوی او التجا میکنند. الله سبحانه و تعالی فرمود او زنده است، به جز وی هیچ معبودی نیست، پس دین را برای او خالص ساخته او را عبادت کنید. ستایش برای الله را که پروردگار عالمیان است. سوره غافر آیت 65. پس معنای شهادت لا اله الا الله چیست؟ یعنی نیست معبودی بر حق به جز الله. اله آن معبودی است که او را اطاعت کرده می شود و عبادت و محبت به سوی اوست و قلب ها به او بسته شده است. الله سبحانه و تعالی فرمود بگو آیا به جز الله پیدا کننده آسمان و زمین دیگری را به دوستی گیریم؟ سوره انعام آیت 14. یعنی کسی را دوست نمی گیریم که به ما یاری می دهد مگر الله سبحانه و تعالی، مگر الله یگانه که او شریک ندارد. پس البته او خالق آسمان ها و زمین است. شناخت الله سبحانه و تعالی این سبب خوشبختی دنیا و آخرت است و لذت و خرسندی، شادمانی و خوشگذراندن وقت و نعمت ها این همه با شناخت الله سبحانه و تعالی است و رو آوردن و ایمان و باوری کردن به او می باشد. و اگر به سوی الله سبحانه و تعالی دست برداشته و توکل به او کردی، پس او کفایت کننده و رزق دهنده توست. اگر مردم به سوی طلب دنیا روند، تو به سوی الله سبحانه و تعالی برو. اگر به دست آوردن دنیا آنها را خرسند گرداند، پس تو به الله سبحانه و تعالی بدنت خرسند بشو. اگر آنها با اهلشان انس بگیرند، تو به الله سبحانه و تعالی انس بگیر. پس الله را در عبادت یگانه بدان و به او چیزی را شریک قرار مده. پس الله معبود و الهی یکتا است. الله سبحانه و تعالی در قرآن فرمود و به درستی به سوی تو و به سوی آنان که پیش از تو بودند وحی فرستاده شد که اگر شریک الله مقرر کنی، البته عمل تو نابود گردد و البته از زیانکاران شوی، بلکه تنها الله را عبادت کن و از سپاسگزاران باش. سوره زمر آیت 65 و 66.